تا حالا هر مدل کوکویی که درست کردی رو بذار کنار؟ تو این ویدیو بهت یاد میدم با بادمجون کبابی یه کوکوی خوشمزه و متفاوت درست کنی. این غذا بدون هیچ گوشت یا مرغی درست میشه و علاوه بر اینکه طعم خیلی خوبی داره، یه غذای ارزون و اقتصادی هم هست. مطمئنم که خیلیاتون تا حالا این مدل کوکو رو امتحان نکردین. پس تا آخر این آموزش با من همراه باش. 3 تا بادمجون بزرگ رو روی منقل یا روی گاز خونه کبابی کنید. بعد از کباب کردن بذارین خنک بشه، بعد پوست بادمجونا رو بکنید. قسمت کلاهک بادمجونا رو جدا کنین، بعدم ساتوریشون کنین. این مقدار موادی که من دارم باش کوکو درست میکنم 13 تا تیکه کوکو بهتون میده. مواد لازم هر غذایی که درست میکنم و توی دیسکریپشنم مینویسم، ولی بازم اگه سوالی داشتین توی کامنت ها برام بنویسین. روی یک کاسه یه صافی بذارین، بادمجونای ساتوری شده رو توی صافی بریزین و با پشت یه قاشق فشار بدین تا آب بادمجون خارج بشه. در واقع اگر شما این کارو نکنین، مایه کوکوتون شل میشه و موقع سرخ کردن از هم وا میره. پس حتما آب بادمجون رو بگیرین. یه پیاز متوسط و نگینی ریز خرد کنین. شما میتونین پیاز رو رنده هم بکنین. اگه خواستین این کارو کنین، حتما آب پیاز رو بگیرین. پیازهای خرد شده رو توی کاسه بریزین. یه فلفل دلمه قرمز رو هم نگینی ریز خرد کنین. فلفل دلمه خرد شده رو هم توی کاسه بریزین. یه مقدار جعفری هم خرد کنین و به محتویات داخل کاسه اضافه کنین. جعفری باید اندازه‌ای باشه که وقتی خرد شد 2 تا قاشق غذاخوری بشه. بادمجونای ساتوری شده که دیگه الان کاملا آبشون هم گرفته شده رو به مواد توی کاسه اضافه کنین. 3 حبه سیر بزرگ رو رنده کنین یا ریز کنین و اضافه کنین. اگه سیر نداشتین از پودر سیر استفاده کنین. یه تخم مرغ هم بشکنین و به مواد توی کاسه اضافه کنین. 1/2 قاشق مرباخوری نمک، 1/2 قاشق چای خوری فلفل سیاه و 1/2 قاشق چای خوری زردچوبه بریزین. 3-4 تا قاشق غذاخوری سرپر پودر سوخاری اضافه کنید. به جای پودر سوخاری از آرد نخوچی هم میشه استفاده کرد. مواد رو با هم خوب ترکیب کنین تا مایه کوکوی دست بشه. اگه احساس کردین مایه کوکوی شما یه مقدار شله، 1 تا 2 قاشق غذاخوری دیگه پودر سوخاری یا آرد نخوچی دوباره اضافه کنید. توی یه مایتابه یه مقدار روغن بریزین و اجازه بدین روغن کمی داغ بشه. یه مقدار از مایه کوکو بردارین، با دست شکل بدین و بذارین توی روغن. چون این غذا کلن با سبزیجات درست میشه، گیاهخوارای عزیزم میتونن توی رژیم غذاییشون داشته باشنش. اگر تا اینجا این آموزش دوست داشتین، لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. با حرارت متوسط اجازه بدین یه طرف کوکو سرخ بشه. یه طرف کوکو که سرخ شد برشون گردونین تا طرف دیگرشون هم سرخ و برشته بشه. کوکوی بادمجون کبابی ما آماده شد.
اگه دوست داری غذاهای متفاوت رو امتحان کنی، حتما یه سر به کانال من بزن. مطمئن باش میتونی کلی غذای جدید و متنوع یاد بگیری. توی کامنت ها برام بنویسین که شما بیشتر غذاهای سنتی رو دوست دارین یا غذاهای جدید رو. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو با من بودی.